به کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان. چی؟ آدم این حرف نیستن، باید برن جلو بوق بزنن. بوق؟ آره درست حرف بزن، یه بشخواب گذاشتم جلو گریز زن. آدم این حرف نیستن، حرف بزنی یا؟ خب چی؟ چی؟ اومدن اونجا؟ خیلی خوب. نه من فعلا که تهران هستم. آره تهران هستم. حالا ببینم چی میشه دیگه، اگه تونستم میمونم، خونه گیرم بیا میمونم. آره خب آها میخواستم بگم که پاتر ماتیلو خب آفرین. ببین اصلا تو این حرفو نباش، خودم میدونم چیکارش کنم، میام اونجا حالشونو میگیرم. آره خب بوشگاه گذاشتم چه بود؟ خب آها گفتم که اونا اصلا آدم این حرفا نیستن. حرف بیزنه بر خودش. خیلی خوب فعلا هستم، گفتم که اگه خونه خوب گیرم اومد تهران میمونم. آره بعد خبرتون میکنم. خیلی خوب باش، دمت گرم، قربونتو برم، خدا حافظ. تو چی میگفتی؟ من دارم تلفن حرف میزنم تو حرف نری، سه بشقاب گذاشتم جلو. این شوخی بود قضیه؟ نه قضیه کدومه؟ هم که داشتی تلفنی میگفتی. آها عموتینا بودن، میگفت فک فامیلش ریختن در مغازه آبروریزی، حالشونو میگیرم. آره آقا جون اونو نمیگم، موندنتونو دارم میگم، شما که اگران قصد نداری تهران بمونی. پس الان کجام؟ تهرانم پسر دیگه. که بعد قدمت تو چشمای من، اما بالاخره که باید بری. آره اگه خونه خوب گیرم بیا تهران میگیرم. تهران مگه خبر نداری؟ چی خونه گیر بیارم گیر بیارم؟ تهران خونه گیر نمیاد، شب میخوام از صبح پا میشم یه اوبیری دو برابر شده قیمت، همه چونم اجاره میخوان، ودیه که قبول نمی کن. تو اجاره کجا میخوای بری بدی؟ قربونت برم، پیش تو میمونم پسر گلم، چه ناراحتی داره. پیش من میمونی؟ آره من صبح خونم کیره، گفته فقط به یه نفر میده. مگه شما زن نداری؟ من؟ مگه زن نداری؟ خب میخوای یه پا اونجا باشه یه پا اینجا. طلاقش دادم. بازم؟ آره زن زندگی نبود، طلاق دادم. داری شوخی میکنی؟ هیچم شوخی نمیکنم، جدی دارم میگم. میگم این چجوری رو کرونا شب از میشه؟ هر کاری که آدم نشد این همون بختیاری ها سا چجوری عوض میشه؟ کیه؟ بله کیه؟ سلام عرض کردم. قربانی شما. نخی؟ نخی؟ من ماشین رو جلو در نذاشتم. یه لحظه ببخشید بابا جون، شما ماشین رو در گذاشتی؟ جون ای داده بیداد، ببین آخه چه بدبختی و بیچارگی ها. آخه این بدبخت فرخ، تو هم شانس داری، تو هم بیچاره ای، بدبخت شدی این بیچاره شدی ماشین رو رفت. یعنی چی پدر من؟ چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ خب یه ضبط ازت بردن دیگه. تو حرف نزن بابا، حرف نزن. ببینم تو دزدا رو دیدی خوده؟ به جون بابا من رسیدم دیدم این ماشین اینجا پارکه. با چند بار بگن ندیدم. پرستوخارو شما بفرمایید، تو خواهش میکنم. صاحب کو ببینم که چی داری میگی آخر، حرف میزنی به شما بفرمایید. ببینم یه بار دیگه تعریف کنم چی دیدی. آره چند بار تعریف کنم آقا؟ بابا جان من از راه رسیدم با ماشینم، خب. دیدم ماشین شما اینجا پارکه، راست میگم. زنگ در خونه شما رو زدم که ببینم این ماشین مال شماست یا نه، راست میگم. بعد یه دفعه برگشتم دیدم این شیشه هم گل ریخته پایین. بله همین به جون یه دونه داداشم که راه دوره همین. من حرف شما قبول دارم پرستو خانم، همش هم درسته، همش چی چی درسته، چی چی حرفی زنی بابا. ماشین من شکسته، ضبط برام بردن، تو به اون میگی درسته؟ خب پدر من براتون شیشه میندازم، ضبط براتون میخرم، شما بفرمایید خواهش میکنم. سیدی دار میگیری؟ بله برای تو سیدی دار میخرم. خیلی خوب میتونی بری، برو. چشم من ببخشید، فقط اگه ممکنه این ماشینو بذارین کنار، من ماشینو ببرم تو دیگه. آها من ماشینو بذارم کنار شما بری؟ بله. خیلی خوب من میرم تو، شما پشت سر من بیا. یعنی چی پدر جان؟ و چند بار به شما بگم من پارکینگ ندارم. بابا جون من قربونت برم، شیشه نداره، نمیتونم تو خیابون بذارم. تازه گوش کن، تازه ما اجاره بها میدیم، یعنی چی پارکینگ نداریم؟ خیلی خوب چشم، من از پرستو خانم خواهش میکنم از مادرشون تقاضا کنن، چون شیشه پدر ماشینشون شکسته، امشب رو بیان تو. این وظیفه است حتما. تو هم هی خواهش کن کلک. خیلی خوب زشته، بیا هی میگه زشته زشته، بیا برام نمیرم تو، بیا تو. آها پدر شما؟ بله خوب منصور باش ببین کیه داره در میزنه. ببینیم پرستو
مرسو کجاست؟ من زیرا خونه بابا اونم خسته از گرفته خوابیده از خواهد برشو با تا تو خونه هستی من باید پاشا برم در باز کنم؟ پاشو دیگه باشو چیه؟ ای بابا تو مگه چشم نداری گلدون انداختی؟ مل گلندام عزیز بله. سلام عرض کردم صبح جناب علی بخیر ببخشید آدرس نونوایی محل رو میخواستم آخه مرد حسابی صبح اول صبحی میای در خونه مردم میزنی آدرس میخوای آره عزیزم ببخشید خواب بودی؟ بابا پنج صبح یه آدم میخوابه مگه به جون تو فکر کردم مثل یه آدم های هستی که تا لنگ زور میخوابن آدرس رو بده ما رفتیم میری بابا سر چهار راه خب رسیدی سر چهار راه سمت چپ چهار تا کوچه پایین که رفتی درسته. کوچه اوله دومه کوچه چهارو الهی من چپ. قربونت برم خیلی ممنون دستت درد نکنه ببخشید بربریه؟ نه خیر تافتوله ای بابا عجب گیری افتادیم رسول جان قربونت برم تافتون صبح جواب نمیده بربری نداره این محل بربری هم داره میری سر چهار راه خب. این دفعه سمت چپ میری خب. چهار تا کوچه که رفتی پایی کوچه اوله دوم نه کوچه پنجم سمت چپ الهی فدات شم کوچه قربونت برم رسول جان ببخشید میخوای برات پاچه بگیرم ببخشید منصور چی آبا دیگه چی شده بابا مگه رفتی خواب مرگ سرتو که میزنی میری همینجوری خوش بود ببین کیه باشه همجور باشه رو گاز چه خبره باطوان چی کار داری میکنی چی میگی میگم پاتوان رو گاز بردار پام رو گاز نی ترسم رو گازه حالا هر جا رو گازه میگم اول صحبی اینقدر گاز نده بابا ماشین رو دارم گرم میکنم آخه توی هوا آی عجب آدم گیری هستی یا بابا میگم برم نون بگیرم شاید یک قره گاز دارم کار کنم دیگه آخه توی هوا ماشین گرم کردن میکنم بعدش هم نونبایی این بغله نیازی نیست تو ماشین رو برداشی برمی منصور جان گیر نده خواهش میکنم من میرم لطفا در رو ببند گیر میده مرد حسابی اینجا کاروان سرا سوی میایی در میزنی مردم زابط را میکنی الهی که من قربون تو بشم فدات شم برات نون تازه گرفتم بزنی حال کنی این بربری داغه آره داغه اینم نه ایمان منه دیگه ایمان منم پسرمه دیگه آقا با سره باید خب ببین خب من گرسنه میمونم آخه نوش جونه رسول جان این بمیره
خون خودتو کثیف نکن. فدات شم. آمد جان. بعدش عروس چه شکلی بود؟ من نمیدونم. چرا؟ بابا من تو قسمت آقایون بودم. من که راست میگی. داماد چه شکلی بود؟ داماد یه ذره چیز بود، یه ذره اینجوری بود. آره، البته عذر میخوام. نه، این برادرش بود، خودش بیشتر اینجوری بود. خب این که این همون قبلیه بود که گفتی که. خب اینا آخه دوتا برادر دوقلو بودن. آها. بعد این شبیه هم بودن. بعد واقعا این شکلی بود؟ خب بیچاره عروس. نه، درسته اینجوری بود، ولی خیلی خوشتیپ بود. پس خوشحال عروس شده بود ها. یه ذره خسیس بودن. خسیس از کجا فهمیدی؟ ما داریم میریم بازار تربار، چیزی نمیخوای؟ وای چرا ماما، من یه عالم خرید دارم. منم باهاتون بیام. خب اگه میای بجون پاشو لباس بپوش بری. چشم الان میام. الان حامد یه ذره پول به من بده. پول ندارم. پول خب پول بده میخوام برم خرید کنم. آخه خب ندارم پول. مسعود جان یه پولی به این دخترت بده. من پولم کجا بود؟ رنا. بله مادر، پول میخوای؟ من همراهم هست، پاشو لباس بپوش بریم. خیلی خب پس الان میام. ما دم در وایسادیم تا بیای. بودو واقعا دست رنا بودو دیر شده. میخوام یه زحمتی بهتون بدم، بی زحمت برام ریواس میخری؟ الان مگه فصل ریواسه؟ تموم شد رفت. از این پاستیلای شکلاتای نعنایی شما راحت بخوابین. بله چشم. یه خود استراحت کنین، حالتون خوب بشه. همه داماد دارن، ما هم داماد داریم. یه چورتی بزنم واقعا خسته. خب بریم تروار. خدافظ. میدونی خب بریم. میدونی وقتی آدم رو درک نمی کنم. ها رسید. پدر من، عزیز من، بابا فرخ، من که نمیگم شما زن نگیر، بگیر، خوبش هم بگیر، ولی اول بشناسش، ببین زن زندگی هست، بمون هست یا نه، اون وقت برو بگیرش. آخه درست نیست شما هی تونتون از بر میگیری، از بر طلاق میدی که. آخه دلیل داره قربونتو برم، من تا زنا رو نگیرم که نمیتونم بشناسم این زن خوبه یا بد. ببین تو به مادر خدا بیامرزت نگاه نکن، خدا بیامرزت که جواهر بود. فرزاد من عاشق مادرم. ای بابا فرخ، باز ما یه حرف زدیم شو میکردی گریه کردن، آب غوره گرفتن. تو عاشق نشی نمیفهمی من چی میگم بچه. بله عاشقی شما زبان زده خاص و عامه. میگم کاش شیشوار دودی میکردیم جونت. دودی؟ بابا پلیس ماشین رو میگیره میخوابونه، اینقدر گیر نده. سب کبینم. سلام علیکم. چه عجب آقا، دو ساعت بار اینجا تو آفتاب علاف کردی. خودتون که دیدید مغازه رو، بار آوردیم جای وایسادن نبود. خب چی داری برام؟ ما اجازه بدید من براتون چی بگم. اجازه چیه بابا جون من؟ ما یه سیستم میخوایم. سیستم آره. نه آقا، تو ضبطمون رو دزدیدن، میخوام یه چیزی جمع وجور کوچولو بگیریم. کوچولو موچولو چیه عزیز من؟ این حرفو چیه داری میزنی؟ خیلی خوب سیدی دار میگیری اونطور که شما گفتی. بابا جان من، من یه چیزی میخوام قربونتو برم. ببین یه چیزی بگو، ساب داشته باشه، دینوره داشته باشه، سپس بس باشه، خلاصه بکوبه تق تق. دست دست بیا شاله شاله دست بزن. میدونی روزگاری که ما به افتخار دو نوگله شاله. اومدم روانی. بله ببینم کجاست. کی کجاست؟ اون نامرد. کدوم نامرد؟ همون بابات. بابام؟ تو دیگه کی هستی این وسط اصلا؟ من حامد هستم، دامادشون. دامادم پس داره. بله داره. ببین از قول من برو بهش بگو زنش اومده دمی در کارش داره. بودو بگم به همون نامرد. آها چی بگم؟ بگم زنشون دمی در. عذر میخوام، واقعا شما زنشون هستید؟ زنش بودم، طلاقم داده، مهریه من بالا کشیده. برو. عجب نامردیه. فقط خواهش میکنم، الان من متوجه شدم، یه مقدار آهسته تر، چون در همسایه بفهمن برای این بدبخت بد میشه، چون زنش بفهمه بیچارش میکنه.
بله بله. حالا که اینطور شد برو بهش بگو مهریه‌مو دو روز وقت داری که بهم پس بده، فهمیدی؟ خودش هم میدونه من الان خونه زنداداش هم هستم، آدرس چو بلده. بدو. باشه. به من میخندی؟ نه 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 نه، اصلا به شما نبود، اصلا به شما. میخواستم بگم که یه چی دیگه، همین حرفاتون رو زدید. قربان شما. برای کاملا فهمیدم. خداحافظ شما. چیکار میکنی؟ فهمیدی؟ بله بله. حالا در ببند. بله. خدا نگهدار. عجب. ولی سبزی فروشه رو دیدی خیلی پر رو بود. نازش یه چیزی جدا کنین شما. نه نه، بجون دستم داره میافته. بجون من چیکار کنم؟ درو باز کن دیگه. بابا این چه طرز صحبت کردنه؟ آخه میبینه داره دستم میافته، کتفم داغو میشه، داره اندرو فروشه رو درد میکنه. بجون. ماما من کلید ندارم، شما کلید نداری؟ نداری تو؟ الان الان. صبر کن. چیکو بجون؟ بجون داری دستم میافته. ماما خب بذاریم بابا دو دقیقه اینا رو بذار زمین. بابا بذار زمین. نه بابا کجا بذار زمین؟ گوشت بذار رو زمین. بابا زمین نمیذارم. بجون بی. خودت کلید نداری؟ خبرته؟ خب من از شما معذرت میخوام، خیلی ببخشید بابا دیگه که قدی کارتون مفرعه برای خودتون. شاد یا بزرد. خب بچه بابا در باز تو بریم تو دیگه. بیداره بچه چی رو ببریم تو؟ ماشین رو نمیتونیم ببریم تو، پارکینگ نداریم. یعنی چی نمیتونیم بریم؟ بابا پولش رو داریم میدیم. اه سیستم بستم ماشین رو بذارم آقا دوزی ببره. فدات شم منصور جان. در باز تو بریم. شکو خانوم مستاجرات رو تحویل بگیر. اجازه بدید من درو باز میکنم. اجازه بدید من درو باز میکنم. کلید داریم؟ بله بله بله. بفرمایید. آقا فرزاد ببخشید، من خونه رو به یک نفر اجاره داده بودم. بله. ماما زنگ شما کلید ندارید؟ شما هم کلید ندارید؟ ندارم. برام حامد خوابه. شما هم جواب نمیده دیگه. خوش جرم جواب نمیده. بله هیچ کسی نیست خونه. قلاب بگی بنا. شما کلید تو پیدا کردید؟ قلاب بگی قربونت. آخه زشته. منصور جان فدات شم، سم کمک کن. زشته بده، البته پشت در نمیتونیم بمونیم. زشته بیا پایین تر دیگه. بگو برو من میگیرم. قلقلک نده جلو من. قلقلک نده. قلقلک نده. یواش یواش. جورابت هم نمیشوری. آقا زشته تو در. رفتی؟ رفتی؟ دست بابا درد نکنه. نه رو تو میخوای چه جور رد بکنه؟ دست شما درد نکنه. فدات شم منصور جون. میگم شوخو این دفعه عجب گوشتی داد به امونا. دستش درد نکنه، خیلی گوشتش خوبه. آره خیلی، منم که خیلی گوشت دوست دارم. میدونم عاشق گوشتم شوخو، ولی نمیدونم چرا اصلا درست کردنش رو اصلا خوشم نمیاد. خب میخوای بده من خورد کنم اگه خسته میشی؟ من بابا شوخی کردم بابا، من الان برات خورشتی درست میکنم و کبابی. شوخی کردم بابا. خب میگم منصور چقدر خوب شد از اداره استفاده دادی اومدی خونه. اینجوری اعصابت راحت تر نیست؟ ببین شوکو، همین که من هر روز چشامو باز میکنم تو رو میبینم دیگه هیچی نمیخوام. منم مثل تو هم هیچ. منصور منم هر روزی که تو رو میبینم. سلام حامد جان، حالت خوبه؟ تو بلد نیستی در بزنی؟ همینجور سرتو میندازی پایی میای تو؟ مادر جون ببخشید، رعنا بالا کارتون داشت. چی کار داری؟ نمیدونم، کار خیلی مهمی داشت. برو شوخو، برو من درست میکنم. اینا رو چرخم بکنم؟ نه چرخ کرده داریم، اینا رو فقط خورد کن، بذار توی سبد دم دستشوی تا من بیام. خیلی خوب، برو ببین چی کار داره. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ طرف اومده بود دم در. طرف کیه؟ طرف دیگه. اون کیه؟ طرف دیگه. منصور خودتو به اون راه نزن، نکن این کار رو منصور، من ختم روزگارم. برو. صد دفعه بهت نگفتم منصور خالی نگو. باش باشه، من عذر میخوام. چی داری میگی؟ چرت پرت میگی؟ برو ببینم. منصور جون من در جریانم، رفتی زنگ گرفتی، مهریشم ها پولی کردی دیگه. حامد برو، من اصلا حوصله تو رو ندارم. باشه فقط برو بیرون. فقط رو راست به من بگو قضیه چی بوده، چی جوری هست. این خوبه، من میخوام اطلاع پیدا کنم. ببین منو از خودت بدون، ببین دقیقا فکر کن که من نیمی از تو هم. بگو با من راحت باش منصور جون. من این تو. حامد برو اصلا حوصله ندارم.
گفتم برو بیرون. همچنین سرشو میندازیم بیاد با این هرچی تو دهنشو داره میگه. زن چیه؟ منصور برو. با من اینجوری صحبت نکنه. ببین با من راه نیای من میرم همه چیو میگم. ما میرزم تو داریه زنگی. برو بری سو داریه. برو منو داری میترسونی؟ گفتم برو از جلوی چشم. یعنی اگه شکو بفهمه بد میشه منصور. برو بذار بفهمه. برو وانس اینجا. به منصور میرم میگم اما. آمه چرت و پرت نگو برای من. گفتم برو. برو بذار من به کارم برسم. پس من رفتم بگم اما. برو بگو. شکوهای میگم برو بگو. اون اعصاب نداره. برو به شکو به همه بگو. برو. واقعا؟ خیلی خوب. باشه. من معذرت میخوام بابت همه چی ولی من میرم میگم. عجب گیری کردی ما. میدونی؟ میدونی؟ میرم به شکو میگم. زنگشتی شکو. حامد! آمین. 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 بله. 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 من خواهش میکنم باور میکنه اگه نه گوش کن منو نکن یه دقیقه گوش کن به جوونیم گوش کن حامد این چرت و پرتا چیه گفتی به من رحم نمیکنی به دخترت بابا من کاری ندارم یه دقیقه گوش کن من چی بهت میگم گوش کن ببینم این جریان زن بچه و مهدیه چیه حامد من شوخی کردم من هیچی اصلا خبر ندارم باری کلا شوخی کردی آفرین ولی یه موقع الکی نری به شکو بگی شر به پا کن یا نه نمیگم من دیوانه شدم من اصلا من نمیگم که شما زن داری من نمیگم که شما یه مش بچه قد و نیم قد و گرسنه ولش کردی من نمیگم که شما هوا آوردی برای باشه بس کن من نمیگم که... بس کن دیگه بس کن سب کن بینم قضیه چی بوده حامد به من بگو اول این چاقو بابا کاری نداره این چاقو چاقو چی کار داری بگو ببینم این چاقو رو اول بندوز من نمیتونم بیا این چاقو اونو ولش کن میاید زیاد خلاصه باش کردم نامردو یعنی این که خیلی نامردی فدات شم باچوک شما دیگه چرا زشته باز میگه زشته بگم چی زشته زشت بخوان شما بفرمید توف به این زندگی که مرده وقت نامرد شدن خیلی خوب شکو بس دیگه بفرمید یه مردونه حلش کنی نکنی کار شکو حامد جان ولش کن حامد فرزان چیه میکنی آخه؟ بیا ماما جا بیا اینو بخور بابا درستش میکنیم یه کارش میکنه ولی واقعا داشت منو میکشتا خیلی خب تمام نفش لوکش نکن دیگه نه اینو جدی میگم اگر جسارت و قدرت من نبود واقعا کسی دیگه بود اصلا له شده بود آفرین حامد تو خودت این زنه رو دیدی راست میگن چه شکلی بود؟ بله میدونی از این زنهای دماغ عملی بود بعد قیافش هم یه ذره از شکو خانم بهتر بود یه ذره هم جوان‌تر نه البته راستش رو بخواد خیلی زشت و بدترکیب بود بدترکیب بود دماغ درازهای اینجوری نم که پیناکیو میشه دماغش بد عمل شده بود دماغش خیلی ناجور بود بد زشت این انجیر چروک بود ای منصور ای ناغلاما پس تو اماره؟ آقا فرزان به این بابات بگو اینقدر سر به سر من نذاره من اصلا حوصله ندارم بابا به جون همه تو من اصلا نمیدونم قضیه چی بود آخر نمیدونم آره یکی تو نمیدونی یکی من بگم آنها طرف اسمش چیه؟ صد دفعه بهت گفتم دوم تو هم رو پای من بردار بابا خواهش کردم اصلا مزدون خب من کمکت اصلا برمیا آقا چی کار کنی ها؟ چی کار کنی خب فرزان؟ راحتی؟ آره عجب صندلی باحالی خیلی باحاله میدونی آقا فرزان من اصلا نمیدونم این زنی کی بوده اومده دم در چی گفته چی میخواد ای خدا آخه چرا باید هرچی مصیبت سر من بیاد ای خدا منصور جان الهی من قربون تو برم سکته میکنی یا ببین راشو بلد نیستی بشین من راشو یادت بدم بلد باشی دردشو میتونی بگیری فدات شم زشته ای داره کار یاد بنده خدا میده مثل زندگیشو بکنه شما راحت باش منصور خود راحت باش آخه چرا بابا این کاری کردن ماما جان من خدا
هنوز که معلوم نیست. وایسید من اصلا ببینم قضیه چی بوده. وایسید حامد دیدی که پاشو بیا ببین. ببین اصلا نگفتش که ماجرای جدا شدنشون سر چی بوده؟ نه. نه؟ یعنی چرا؟ میدونی؟ گفتش که این آدم مرد زندگی نیست. یعنی اینکه ما با هم دیگه این حالت تفاهم این شکلی نمیشه. تفاهم نداریم. خدا این جمله تو. کاشکی یکی منو بیدارم میکرد میگفت رنا بیدار شو داری همه اینا خوابه. رنا بیدار شو اینا همه خوابه. ببین الان دیگه چه ماما چیزش نکن شورش نکن بذار یکم آرامشش رو حفظ کنه به دست بیاره. من حواسم هست. کامل حواسم هست. باشه. ولی ببین به این نسرین خانم میخورد که دماغش از این عملیا باشه قشنگ مشخص. مگه اسمش نسرین بود؟ میخورد بهش. یعنی میخورد داره. یعنی چی؟ شبیه نسرینا بود دیگه یه جورایی. نسرینا چه جوری هم؟ ببین نسرینا یکم حالت یه حالت بعدا میتونه بهت میگم چون فهمیدم. خانواده دوست بفرمیم بیان دم در کارشون دارم. چشم فقط شما به من قول بدید که خون سرد باشید. با عصبانیت هیچ چیز درست نمیشه خانم. من یه عرض مختصر دارم حضورتون. با تو صحبت میکنم بعد بفرمایید. بس کن آقا عرض مختصری کنار ما. برو چه کاری بود دخالت نکن. ببینم این زنه چی بوده ها؟ این زنه چی بوده؟ حالا دیگه به زامان تن بر من چاقو میکشی آره؟ چاقو چیه شوکو؟ مگه تو قول ندیدی داشتم گوش خورد میکردم برات کبابی خروج نمیزدم. حالا اون هیچی به جهنم تو سر من بخوره. مهریه چی بود اومده دم در میگه مهریم بوده؟ شوکو خانوم شما الان این مقدار عصبانی هستین. از بدید من تو حرف نزن. شوکو گوش کن ببین چی میگم. بریم پایین شناسنامه پایینه. اگر تو شناسنامه به غیر از اسم تو بچه ها اسم دیگه ای بود من به تو قول میدم همینجا از پنجره خودمو بندازم تو رودخونه. کدوم رودخونه؟ ای بابا اگه به شناسنامه است که از این شناسنامه من 100 تا دارم. ای بابا چون شما دیگه این وسط همش نزن. آقا فرزاد بذار حرف بشه بزن. خب راست داری میگه دیگه. این بخواد کاری بکنه از این چیزا نمیترسه. کسی که بخواد بره زن بگیره 100 تا از این شناسنامه ها درست میکنه. همین آدم هر 3 تایی مانو میبره دم همین رودخونه تشنه و گشنه برمیگردونه. کدوم رودخونه؟ شکو خانم شما به منفر بودید که پشت خونه رودخونه هست. همین رودخونه که منصور میگه دیگه چه میدونم. خیلی خوب بهتر همه با هم میریم دم رودخونه میشینیم دوستانه با هم حرف میزنیم. آقا فرزاد من دیگه با این مرد دوستانه حرف نمیزنم. من بمیرم برای زن که قد مظلوم واقع شده. میبینی آقا فرخ من دیگه قبضه شدم. این نترسید با شما کاری ندارم. نکنید کار منصور. خطرناک منصور. آره اون بلا رو من سرت میارم. خودتون سرد باشید. بله بهش بگو بیاد پایین. چیه؟ ما اینجا آبرو داریم. ما اینجا آبرو داریم چیه؟ بذار ببینم. چیه میگم؟ هیچی خانوم دومای جنباریه میگه اومدم تکلیفم روشن کنم. الو سلام علیکم خانوم حال شما چطوره؟ بله قدم رنجه میفرمایین. بی صبرانه در انتظارتون هستم سرکار خانوم. یه جورایی دارم باهات حال میکنم فدا چرا؟ آخه بابا من که اینا رو گرفتم خودم خبر ندارم. شکو دروغه. منصور جان بخور من بخور دیگه خطر نداره. بخور منصور اصلا خطرناک نیست. همه رو یه جا بریز بالا. آها بخور. به به سلام خانوما پچه تشریف نمیاریم بالا. منتظر بودین من خدمت برسم. حتما در خدمتم. لابد ایشون هم آوردین منو جلب کنم ببرم. بله ببینید خانم من با شما کاری ندارم. من فقط اومدم اینجا مهریه‌مو بگیرم همینو بس. بله عزیزم حق مسلم شماست.
شوهرتون رو با مهریتون هر دو رو از این در وردارین ببرین. ببینید شوهرتون ارزونی خودتون، من اون رو کارش ندارم، من مهریم رو میخوام. باشه عزیزم، مهریه و شوهر همش مال تو. منصور، منصور چی میگین؟ منصور میگه کیه؟ همسر گرامیتون. نه منو سر کار گذاشتین. آره بله. کیه؟ بابا شوهر من صاحب این ماشینه، من شوهرم رو میخوام. صاحب این ماشین شوهر شماست؟ بله. اون ماشینی ببینی پول مهریه‌تو بده. ماشین رو بفروشم؟ پسر بزرگ کردم واسه چی؟ برای همین روزا دیگه. رفتارم باهاشون صحبت بکنه، یه پیشقصی بدیم، بعد با این رخشم کار کنم، ماهانه بدم بره. فردا چی شو بابا؟ سلام آقا جون. سلام. هیچی، متاسفانه هیچ جور راضی نمیشم. خیالی نیست، برو بگو بابا اینجا راحته میمونم. قربونت. با همین راحتی. آره دیگه. فوری قهر میکنه، شوخی کردم. راضی شدم، فقط قرار شده قسطاشون رو سفته بدی. سفته؟ اصلا زیر بار نری، من سفته بده نیستم. حالا یه کاریش میکنیم پدر من. ببین به من مربوطه نه به شما. بذارید من کارامو بکنم. شما دخالت نکن. حالا بعد از اینجا به سلامتی کجا میری؟ خواهی برگردی؟ شروع نکن، حوصله ندارم ها. عجب گیری افتادی. ای داده بر من، منم حوصله ندارم، اونا حوصله ندارن، آبروریزی شده جلو خونه های جمالی. بدبخت بیچاره، تو الان رئیس اون اداره هستی. ای زشته. باز میگه زشته، بگم زشته چیه؟ خیلی خوب حالا. بابا جان تو الان نباید اونا، تو مستأجر اونایی، نباید ازت اجاره بگیرن. خیلی خوب برو. برو به اینا رو بهشون بده. من دیگه حوصله ندارم اینجا. منم دیگه توسله ندارم. برو دیگه. رفتم. حالا بعدا صحبت میکنی. ای بابا این پسر تا عین من باباش بشه ها، من جون به لب شدم. من از روز ازل بختم کج افتاد، چرا که مادرم شیر غمم دام. من هیچی نمیخوام، هیچی، نه زن نه زندگی. خودم کارهای خودم رو میکنم، منتی هیچی رو نمیکشم. من که صبح تا شب تو خونه بیکارم، اون وقت میگی رختم نشورم؟ نه منصور جان، نمیگم که رخت نشوری، میگم یعنی خب دستات خراب میشه. بابا این ماشین اینجا، خب بیار بریز تو ماشین. نمیخوام، گفتم من هیچی نمیخوام. هزار بار بهت گفتم شوکو خانوم، خواهشن هر کاری با من میکنی بکن، ولی به من شک نکن. من آخه بیام زن بگیرم؟ اولیش آخه چه گلی به سرم زده که بیام حالا دومیشو بگیرم؟ منصور بابا صدات میره بالا. بعدی بذار بره بالا، من که جلوی داماد و دوست و آشنا و همسایه سکه یه پول شدم، حالا میگی صدات میره بالا؟ از ادارم که اخراج شدم و بیکار شدم، کدوم بالا ها؟ کدوم؟ سلام منصور خواه. تو بالا چی کار میکنی؟ سلام خواهم جوادی. سلام آقای. سلام. من نمیدونم واقعا با چه زبونی از شما باید معذرت میخواه. من امروز دنبال کار پدر بودم، ماجراشون حل و فصل شد. صداتون رو شنیدم، گفتم یه خبر خوشم بهتون بدم راجع به اداره. من استعفای آقای جمالی رو، خانم جمالی، یه قدری معلق نگه داشتم. بله. اگر خودشون دوست داشته باشن فردا میتونن تشریف بیارن اداره. میری منسو؟ چه میدونم؟ حالا ببینم چی میشه. شاید برم. میان ما میخوایم از تجربیات شما استفاده کنیم آقای جمالی. در ضمن خانم جمالی میخواستم خواهش بکنم یه چند روزی پدر تا جایی پیدا بکنن، ما در خدمتشون باشیم، تو خونه کنار من باشن. رفتنشون قطعیه؟ 100%، 100%، جا پیدا بکنن حتما میرن. خیلی خوب. بایتیکس داری؟ تموم کردم، میخرم حالا، میارم الان برات. ببخشید. خیلی ممنون. منصور. بله بابا. سلام عرض کردم. شب بخیر. سلام علیکم. خیلی چاکرم آقایی، اصلا ازت میباره. منصور جان ببخشید ماست داری؟ ماست؟